همراه هستیم با میلاد رسایی منش، فعال سیاسی از استکهلم. آقای رسایی منش، جوانان محلات تهران دوباره فراخوان دادن و فاصله این فراخوان ها داره کوتاه‌تر میشه. قبلا شاید هر شنبه همدیگر رو میدیدن، الان شنبه همدیگر رو دیدن، چهار شنبه ما اعتراض هایی داشتیم و الان دوباره برای شنبه آینده فراخوان دادن. چقدر مهم هست این فراخوان ها و اینکه مردم جواب میدن به این فراخوان ها؟ بسیار خلاقانه است به عقیده من کاری که جوانان محلات تهران انجام میدن. بیانیه دهمشون هست و ما 9 بیانیه درخشان و موفق از این جوانان میبینیم. ببینید اهمیت کار اینها این هست که به مردم این جرأت رو میده و بهشون خط و مشی رو میده که اولا نترسن از این حکومت سرکوبگر و دوما در جاهایی که جونشون در خطر نیست، یعنی همونجوری که تو خود بیانیه اومده جاهایی که نیروهای سرکوبگر نیستن و حضور ندارن به صورت پراکنده حضور پیدا بکنن و شعار مرگ بر دیکتاتور و شعارهای علیه حکومت سر بدن. این در حقیقت منجر به این میشه که یک مردم بتونن همدیگر رو ببینن، همدیگر رو پیدا بکنن، جرأت پیدا بکنن و دو اینکه در حقیقت جاهایی که حکومت انتظارش رو نداره حضور داشته باشن، اعتراض بکنن و به حکومت ضربه بزنن. الان شاهد هستیم که در کلاب هاوس، در سوشال میدیا، در خود رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی دائم این رو میگن که اعتراضات تموم شد، سرکوب شد، به جایی نرسید. دائم میخوان این در حقیقت تفکر مأیوس کننده رو بین مردم نشر بدن وابستگان به حکومت. در این حال ما میبینیم که جوانان محلات تهران که واقعا معلوم نیست اینها چه کسانی هستن، جوانایی هستن احتمالاً از دل همین مردمی که دارن اعتراض میکنن که به نوعی الان رهبری رو دست گرفتن، به نوعی این گفتمان رو به چالش میکشن که پس اعتراضات تموم نشده، مردم همچنان میتونن حضور پیدا کنن و به این حکومت معترض بشن. آقای رسایی منش، فقط محلات تهران نیستن که فراخوان میدن، فراخوان‌های کوچک و بزرگی ما داریم ازشون میشنویم. مثلا برای اولین بار از عراق فراخوان داده شده برای امشب پنج شنبه و همینطور از اهواز فراخوان دیگه‌ای داریم برای فردا. چقدر اهمیت داره که در استان‌ها هم ما شاهد این فراخوان‌ها هستیم و کمی بیشتر راجع به این بگین که چرا روزهای متفاوتی انتخاب شده؟ درسته، من زیر همین توییت اطلاعیه شماره 10 جوانان محلات تهران اطلاعیه جوانان محلات اهواز رو هم دیدم. نکته سر این هستش که به نظر میاد خواست برای ادامه مبارزه و خواست برای سرنگونی جمهوری اسلامی، فارغ از اینه که شما در کدوم محله، در کدوم شهر ایران زندگی بکنید، وابسته به کدوم طبقه قش باشید، یک خواست عمومی هست. یعنی ایرانیانی که امروز دارن مبارزه میکنن علیه در حقیقت جمهوری اسلامی، همه بر این توافق رسیدن که این حاکمیت در شأن مردم نیست و باید برود. و این رو می‌بینیم که در شهرهای مختلف خود مردم دست به کار شدن، راهکارهای خلاقانه ارائه میدن، از اهواز و عراق و تهران و شهرهای دیگه دارن به این اعتراضات میپیوندن. ببینید یک تئوری خیلی معروفی وجود داره که میگن که اگه 3.5% مردم یک جامعه پا به خیابون بزنن و علیه حکومت اعتراض بکنن، اون حکومت سرنگون خواهد شد. حالا فرق از اینکه چقدر این تئوری ما بپذیریم و اینکه برعقیده من خیلی بیشتر از 3.5% امروز دارن اعتراض میکنن، به نظر میاد ما به این مرحله رسیدیم که بیش از 3.5% درصد زیادی از مردم دارن اعتراض میکنن و در حقیقت میخوان که جمهوری اسلامی بره. روزهای متفاوتی رو ارائه کردن به این اعتبار که بتونن در حقیقت میزان سرکوب و امکان سرکوب رو کم بکنن، حاکمیت نتونه مردم رو در حقیقت ترک بکنه و بدونه که اینا کجا جمع شدن که بره سرکوبشون بکنه. ما در سالهای گذشته اگر یک مکان رو مثلا اعلام میکردن معترضین که اونجا اعتراض بکنن، میدیدیم که زودتر مقام در حقیقت نیروهای انتظامی اونجا حضور پیدا میکردن و اون اعتراضات رو در هم میکوبیدن. این اعتراضات که الان داره به یمن خلاقیت این جوانان شکل میگیره، مکان نداره و به همین اعتبار سرکوبش هم خیلی سخته برای مقامات. ممنون از توضیحاتتون میلاد رسایی منش، فعال سیاسی.